يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستند، انسان هستند و قابل رحم هستند، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. عرض به سلام دارم خدمت تمام بینده های برنامه های ما. دوست عزیز، شما ازان خوش آمدید میگیم با برنامه امروزی ما. طبق معمول باز هم به فامیل سر زدیم که یک پدر، مادر، 3 تا طفلکایش هست و در زمستان سرد اینی وضعیت زندگیشان است. تقریبا ما تا جایی کشتیم تا اینی قسمت خانهشان فرش است، از این بوز فرش هم ندارن. باز انشاءالله در تصویر بعدن برتان نشان میتیم و یک اتاقه که دیگه شان لچه هست، دیگه خرچ، خوراک، ظرف، چیز ندارن. از زندگی خود یک زندگی دارن کاملا زیر صفر دیگه. یک بچکش هست، دیگیش هست، دخترکش هست، پدرکش هست و خانمش هست که از زبان هم کلالت زبان دارن و در پهلوش طفلکایشان خورد خورد است، تا حدی که از دست ناداری و ناتوانی اینا هم از درس هم برآمدن و شرایط زندگیشان هینمی جاست. هینمی خانه یک است تقریبا 3000 کرایش بسیار کلان است. گفته خودش 3000 کرایش است، عوام نداره. زندگیشان خیلی که زندگی پر درد و پر رنج است. انشالله که بعدا در تصویرش دالیز و خانه و گذشته است همه گپ که اینی صندلیشان است. ای چی است کاکا در اینجا که مانده نیست؟ میزه؟ خب بشکی او گرم است وزیر در زیر مانده ای گرم میکنه. خب باز همونجا باز یک او هستی یخ کنه، باز چه رقم گرم میکنه؟ اگه یه وزی یخ کنه باز چه رقم گرم میکنه؟ یخ کنه باز سر دیگه گرم میکنه، باز او گرم میکنه باز در این مندازین. خب باز شب هم دمی خواه میشن یخ نمیزنه تان؟ صندلی را وار میکنه. خب لیاف کلانتر است کدام دانه؟ خب باز دو چاره میشه یا نه؟ میشه. خب زغال چوب چیزو گرفتی یا نه؟ ای والا نداریم، از چی بگیریم؟ کار نیست. خودت چی کار میکنی؟ خودم قرفه دارم، در موچی قرفه موچی گری دارم. خب موچی گری میکنی؟ روز چند باز دو آید داری؟ 100 روپه، 80 روپه، زیاد نمیشه. خب بازی 100 روپه و 80 روپه ای خرج، خوراک، کالا، بود، پوشاک، ای سو برای یه چیز نمیشه، یه چیز بازی زمستان لیت و حالت که شما فعلا هستین ای خوشتوکا و مریض نمیشه بازی رقم؟ ولکن نباشد چی کنیم دیگه، از نباشد چیز جور نمیشه، که باشه هر چیز جور نمیشه. خب از این گپ دیخوا ولکن چیز جور نمیشه. از این گپ ده که دمی خانه تان فعلا آرد، برین، روغن، چای، بوره، ماش، دال، دال نخواه چی دار؟ چی چی دارین شما؟ والا فعلا دیگه یک ذره قرض و وام کردیم از همه دکاندارا، یک ذره یک کیلو دال نخواه تا آوردیم. خب یک کیلو دال نخواه که آوردیم. خب یک کیلو بوره آوردیم دیگه خلاص. یک ذره برنج کمتون از سابقه داشتیم دیگه، وام باید مانده یا نمانده. این بستان میکنه؟ نه والا نه. روز چند وقت دیگ پخته میکنین؟ روز 3 وقت. روز 3 وقت. یک کال شو، یک کالا پیشی. نه یک کالا چاشت میخورین، یک کالا شو. و صبح چطور میکنن؟ نان خشک صبح که نان چای است؟ نان از نان بایی میگیرین یا در خانه خود؟ نه، آرد گرفتیم، یک بوجه آرد گرفتیم قرض. خون یک بوجه آرد گرفتیم 12 روپه شده پیسیش قرض. قرض آوردیم تا که پیسیش پیدا کنم 600 دادیم، 600 دیگهش فعلا مانده. از اونمو خمیر کنیم. روز 10 تا نان میگرفتم بس نکل، نتونستم پورا کنم. باز رفتم یک بجارت قرض آوردیم از دکاندار. خب گفتم این نمیره قرض بدی تا که پیسی تا با من بگه کم کم دادم میره.
خب از چوب زغال چه رقم کردیم؟ از چوب زغال هیچ نگرفتم، یک دو بجی گرفته بودم خلاص شد. خب حال این بشکر گرم میکنین زیر لیاف میمونین مشت کامش ننیره؟ فیلان دیگه تا فیلان دیگه ندا. خب بازی یوشتوکایتی پوشاک برازی ها چیزی گرفتی نگرفتی؟ نه والا هیچ، از پوشاک جامعه اگر جوره بود گرفتیم برشان. نو یا کنه؟ کنه هستن دیگه، نیم داشتن تا یک روز یکش میگو گلمه کنده دیگهش میگو گلمه کنده. خب نگه نباشه والا مشکل هست. کالا چی؟ کالا برازی که که گرفتی؟ کالا گرفتیم کمتون برای کالا ادم از کنه فروشی گرفتی ادمی چوک نه ادمی در همسایا برشان داده. خب همسایا برشان کونه مدر اگر احیانا کس کمک بکنه این دختره که این بچه اکایت درس روان میکنی؟ میکنم اگر کس کمکت بکنه مادمو. خب باش که از دختره که یک چیز پرسان کنم، چند جورا بوت نو داری بچه؟ سه جورا نو از کنیش؟ نه نه ندارم نو قدر نیست قدر نو نیست، سه جورا دارم بس. بوتای کنه است؟ کس دادیت یا خریدی؟ یک دو جورش ما برش خریدیم. کی کی خریدین؟ دو جورا پر وقتا خریده یا که؟ نه وقت خریده. چقدر وقت میشه آدم خریدش؟ یک ما میشه نه. خب کالای نو چیز خریدی؟ آه یک جور پدرم برم دو جور پدرم خریده بود این دهید بعد از این دیگه نخریدی؟ نه کرتی، جاکت، جراب چیز خریدی به خود؟ نه یک جور کرتی دارم بس خلاص ما بود دارم دو جوره. کونه است یا نو؟ کونه. کس داده اید از همسایا؟ پدرم خریده. پدرت خرید نو بود یا کونه بود؟ نو بود، یک داشت نو بود یکش کونه. خب تو چطور؟ تو چی داری؟ من دو جوره داشتم، یک جورش گنده شده بود یک جوره کنم سه جوره که خیلی یک جوره در روزی که بودایی. خواه از این گفت دین که مادرک تا چی شده؟ زبانش نمیگرده. زبانش نمیگرده. با مادرشون هم چیز خریدی؟ نه با اون نخرید. همی کالاکاشون همی کالاکار داره بس. خب به خانه ایت فرش که میبینیم نیم خانه فرش نداره ازی به اصول ولی نیمی فرش هم گرفتیم از یک نفر قرض گرفتیم در 12 سال لج بود چیزی نبود تی نمیرم در 5000 روپا گرفتیم این فرش هم؟ آه از یک دکاندار پیسه گرفتیم گفتیم برد کالا خانه ایم فرش هم نداره فرش ندارد تا که یک داره اقتصاد هم خوب شد بود 5000 روپای نمیره خریدیم این زیر پایت که هست. خب حالا با ما ایتو بگو که چی مشکلات فعلا داری با وجود که قگپایت شنیدیم کلگی دیدن شنیدن و خودت چی درخواست داری از کسایی که برنامه تا میبینن برنامه چی میخوایی؟ من مشکلاتم فعلا دفتن نمیست که یک سرپناه برم باشه و حاجی صاحب که اما اول تر بیخی مهم ما نمیست که یک خانه برم ما کمک کنن که یک چار دیول داشته باشه یک خانه داشته باشه که نمی گذران شو روزی ما شوه دیگه هیچ از خداوند چیزی دیگه نمی خواهیم اولش اینمی یه خانه بخاطر از این که اینمی مشکل اولین تا آخرین ما در شهر کابل اینمی مشکل خانه است عالمی جانم به سگم میکنیم دور از روی دور از آزرا همی هرچقه که جان کنیم میکنیم به مردم است او یک کال غوری یک پاو گوش در دل ما میمانه از وقتی که ما قکته شدیم ری سفید شدیم غوره یک توتا گوشت میمانه که تا حال بیتون بخور نمیتانو چون که مشکل ما زیاد است یعنی چیز کار میکنی در کراس کار میکنیم کلش در حساب خانه میره اگر از خود ما باشه ایان هم خانه از خود ما باشه یک چهار قران پسنداز هم کده میتانیم او گذران شب روزی ما میشه نمیشه این حال هرچی که کار میکنیم کلش هم میگیریم در دان مردم میدیم اقتصاد ما ضعیف است چیز جور نمیشه خواه. اگر همون خانه از خود ما باشه یک لقمه نان هم خورده میتانیم یک لقمه گوشت هم خورده میتانیم یک چهار قرون پسنداز هم کده میتانیم مگم نمیشه چه کنیم چین کنیم چیز هست نمیتانیم اما یک چهار دیوالی باشه دو خانه یک خانه داشته باشه اونمو بر ما
پادشاهی است. بیا چیزی که رزرو نباشه. مگم اینا نمیشه. اینوالا هرچقدر کار میکنیم، جانکنی میکنیم، کلش همه ما کبوره میشه، اونم صاحب خانه میگره، بسم الله علیه بگر، با خود ما هیچ چیز نمیپاید. نه پوشاکا میپاید، نه خوراکا میپاید، نه زغال خریده میتونیم، نه چوب خریده میتونیم، نه به وضع اقتصاد اولاد هم رسیده میتونم، نه به سرشان میتونم، نه به پوشاکشان میتونم، به هیچ چیزشان رسیدگی نمیتونم. چون اقتصاد ما ضعیف است، بچه کاریگر ندارم. این یک دو نیش است که تا 11 سالش گردان است، نمی کنم. به ما گفت فرمان ما نیست. گاهی وقت میگمش بخی او بچه کار کو، نق میکنه یک طرف میره، گاهی دیگر طرف میره. ایج به گفت فرمان ما نیست. خیلی به هر حال دیگه درخواست چی است که اگر دوستو برای کمک میخوای از شان ماهانه کمک بکنن، یا به اصطلاح درسکای طفلکایت کمک بکنن، یا به حساب خوراکت کمک بکنن، غیر از این که تو یک نیاز داری به خانه و سرپناه، ایجا امروز ما و شما میفهم اکثر مردم افغانستان بزرگترین مشکلی که داره خانه است. این در پالوی از این که خانه است، اقتصاد مردم ضعیف است، مثل که اقتصاد خودت است، این فعلا در خانه چیتیم این سر و زندگی تان است. غیر از این از بابت خوراک و پوشاک چیزا چیز مشکل داری؟ چیز میخوای از مردم یا خیر؟ ولی کمک کنن میخوایم، که نکنن دیگه. کمک ایرمی زغال باشه، آرد باشه، روغن باشه، برنج باشه. حالا فعلا خودم خانه ما هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی ثبوت نداره. آرد کمک کنن، زغال کمک کنن، یک دیگر. یعنی چیزی که مشکل در خانه است، اقتصادی است، اگر کمک کنن خب بازم خوب میشه. خب قبلا گفتین که مریض هستین، چی مریضی دارین خودتان؟ مریضی من قلبی است. خب رفتین گراف گرفتین؟ گراف نگرفتیم، پار سال دم کراچیوانی کار میکردم، 80-90 سیر بار میکردم دم کراچیوانی، بازوی رو میبردم تا میکردم با پس میام پشت دگه، هر بار ما 80-90 سیر بود. مگم چون که دمو وقت با می پار سال مرا می تکلیف قلبی وارخطا کرد، گرفت کراچی ما آوردم دم دان سرای استاد کردم، 4 بجه 5 بجه شام بود دیگه، 4 بجه بود که 6 بجه بود آوردم، یک رفیق هم بود بیا شما نباشه وام کتم بود، بودم شریک کردم کتم او را آوردم دم سرای که کراچی را استاد کردم، دمو لحظه مرا گرفت، دمو لحظه که مرا گرفت بسیار وارخطا میکرد دیگه. اینمه قدر دیره که میشینیم ششتیم، اینمه قدر دیره که ششتیم، او اینمه قدر دیر ما چیق مزدم، همه ساعت گری چیق میامد در جان ما، ساعت گری چیق مزدم، خدا جان میگفتم. اما این بچه رفیق ما گفتم، گفتم بچهش دیگه چاره نیست، مرا کتم کراچی ببر دم شفاخانه بین سینا تا موجه برستان مرا، از خدا میشه. حالا خب بیادرم نیست، پدرم نیست، مادرم نیست، خیشم نیست، قومم نیست، یعنی کل چیزم تستی، مرا تا فعلا تا موجه کتم کراچی ببر، که اگر کت کراچی که نبری گفتم زارم میگم و میمارم. باز کتم کراچی بیچاره مرا گرفت دم شفاخانه بین سینا برد، باز این دکترها گرفتن همی اکسیژن دم بینی ما ماندن مدت یک 3 ساعت یا 4 ساعت تم بینی ما ماندن، نفسم هیچ تالر نمیشد، نفس خلاص شده بود از جانم، بیخی رفته بود، از بین رفته بودم، فقط هیچ نفس نمی آمد که در جانم تالر شد. تا 1 ساعت 2 ساعت باز الا به یک سختی و زحمت که نفس در جانم آمد، کم کم همه زیر ما اکسیژن بیخی همه زاری می آمد بکفه. دکتر را گفتم دکتر سب همی نفسم بسیار تنگی میکنه، گفت خیلی چاره چیز که یک دقیقه بان که نفس خود در جانت تالا شود، هیچ نفس در جانت نیست، گفت نفس از جانت بریخی به مردم برامده. با دکتر گفت برو چی گفت پیسه دوای تا بیار، پیسه دوای تا بیار، حساب کردیم چند میشه 3000 تن پیسه دوای ما شده بود. پیسه دوارم رفتیم بیادر در دکان، در دکان 20 تا دکان است، از 20 تا دکان دم 20 تا دکان با ما چند جور شده 500 روپیه
500 روپه را آوردیم به دکتر دادیم، گو بیادر این 500 روپه دوا نمیشه، 3000 روپه دوا چده. گو برو بازم امی 500 هم از هر که گرفته ببر پاس بتی به مصاحبش بتی، بیا امی دوا رو ما بخشیدیم بعد اینمی 3000 روپه دوایت هم از جیب خود میتومد، 1000 روپه دیگه هم از جیبش داد، گفینی رو هم بگی یک شربت چیزی بخور. باز بیچاره خیلی ببینه خانهش آباد، هم 3000 پیسی ما هم نگر پیسی دوار هم نگر فی کمک خدایی کرد. یعنی آل هم مریض هستی؟ هم تکلیف هست، هم یک کمی که فشار بیار سرم میگرد ما، اما ما خدا خاطر هم تکلیف هم اینمی کارم و چی گری گری گرفتیم. اگر نه دیگه کارم کدام آدم هست کدام چیز هست که اقتصاد خانه زعی باشه او چی داشته باشه او غیرت هم نداشته باشه، من نمیال غیرت خود شکر دارم با قرآن خودم هم کشتن میتونم، میرم از کو سنگ برما میکنم، مگم میکنم تا میکنم با غیرت خود میگم آل اولاد خود گشنه نمیمانم، هر قسم سنگ سخت سرم بیا میکشم، همچین کنان تکلیف قلبی دارم برای ما آمده، از تکلیف قلبی کار زور کدر نمیتونم. ونم کراچونی را بابا گفتن بکو چه امبوچگری بکو که بر بخاطری که با تکلیف قلبی نکرد تو را، همی چونه نمیره همی دکتر ها مرا ایچی داد یک کاری را که بکو که برای تو سبکتر باشه. اما فضل خدا کنیم امبوچگری گرفتیم تال حمله نامد را سرم، اما یک آن تا که کمی فشار بیا سرم باز میگرم کم پیره بگرم که دیگه از بین میبرد. بیا پناه به الله، مرگ زندگی به دست الله است. تشکر دوست عزیز، امیدوار هستم شما دیده باشه و شنیده باشین گپای کاکارا. این کاکا خیلی زندگیشان زندگی پر درد و پر رنج هست، واقعا مشکلات اقتصادی، مشکلات خوراکی، پوشاکی هم مگیش هست دیگه. ما دوست عزیز میخواهیم همتون متحرک حرکت بکنم، کامره بعض جاها را بگیرن ببینین که وضعیت خانه و زندگی از اینا چقدر یعنی خراب است. خب شما بشینین، من هم یک دور میخورم که دمی کامره حداقل این دوستا تقریبا نصف نیمه خانه شان است که اینی فرش شان است، اینی هم زندگی شان است. فکر کنم فعلا هم میخواستن که یک زردک پخته بکنن، لیکن همونجا نیمه نیم کلا پوست پرگی مون تا که ما آمدیم بیچارا همون رو نه و یک تو تک نان هم در سرش هست دیگه. اینی لیافتوشکشان هست، اینجا میبینین که این رقمی هم سرتاقشان، اینی هم تقریبا مواده خوراکیشان اینجا قرار دارن، اینی یک قطع یک رو بشان هست دیگه، بشکرک هست و اینی هم مرچ هست. یک زندگی کاملا هیچ چیزی ندارن دیگه، هیچ چیزی که بگویم و چیز دیگه. اینی لیافه های هستن که شو شو سر خود بگیره و اینی یک مقدار دوتان توشک هست که به گمان اغلب یک 10 سال 12 سالی پوش ازی شاید کنه باشه دیگه. اینی کلکین دروازه شان هست که دمی خانه که 3-3.5 هزار کرامته دیگه، متباقی اینی دروازه شان هست که میان داخل خانه مدرن دیگه. شما میبینین که اینی دالیز خانهشان است و اینجا یک دانه سمارک دارن، یک دانه گاز دارن دیگه. اینی خرچ خوراکشان دیگه چیز نیست، اینی است. اینی فکر کنم که دینی شاید روغنشان باشه دیگه، در پهلوی ازی اینی پیپکشان است، اینی بعض چیزکایشان، اینی الکینشان است و او هم شاید که اینی هم اینی روغن است یک کم در این پیپ برشان دیگه. کاملا یک زندگی که بسیار خراب، بسیار زیاد خراب. اینی وضعیتشان زمستان است فلحال دیگه، در خانهشان دیگه. اینی وضعیت زندگیشان است که زغال میگه نداریم که صندلی رو بانیم دیگه. اینی صندلی گکشان است، اینی لیاف است، اینی هم یک بوجه یک آرده که گفته و یه مقدار توشک و کالا و چیزایشان است که میبینین که قابل استفاده نیست که دیگه. اینی کل مواد خوراکیشان اینی است، اینی زردک است که شلغم است که همون رقمه که گفتن یک ذره دال نس گرفتن، اینی است. یک زندگی کاملا
زیر صفر. دیگه ما امروز تانستیم الحمدلله شکر که ما تانستیم تا این فامیل بیاییم و از اینا حوالگیری بکنیم. ما تشکری خاص میکنم از خواهرم. اونا گفتن که نام مرا نگی، ما با... که اسپانسر از این برنامه ما شدن. خواهرم الله رحمان دیگه در دنیا و در آخرتی کمک که شما کردین براتان براتان نور بگردانش که هم در دنیا باعث برکت زندگیتان شه و هم در آخرت. باز هم میرم که ما ببینیم چی داخل خانه چه رقم هست. عموجه بشین. خیر که تمی بود تو گپو کو امپورتنت گفتم شما پوشتین. برو دم جوید بشین یک دقیقه خیر باز پس سر بپوش. حال بسته کردی؟ آه والله تو سخت هستی. خیر امو تو بشین اینجا. کاکای کمک را که کده بود یکی از خواهرای ماست. واقعا خواهر زحمت کش است. برشان دعا زیاد بکو نگه. از زوجه برتان کمک کرده بود، یعنی اسپانسر این برنامه ما شده بود. گرچه گفتم که نام نگی، بازم من تشکری میکنم از خواهرم. خواهر ازم که نمی امانت تانه به کاکا رساندیم. دیگه اینی سرواز زندگیشان بود که شما در برنامه مشاهده کردین. خداوند اجر و آخرت نصیبش کنه. خداوند که تا حال بدیش آرام داشته باشدش، خداوند تا دیر سال زنده داشته باشدش، خدا بیچوچه نکنندش، خدا اولاداش از سرش کم نکنه. هر جایی که هست، هر جایی که نقطه دنیا که هست، تا دیر سال آلام آسوده داشته باشدش، شبش یخ باشه نانش گرم. خداوند که تا حال بدیش آرام داشته باشد، جنتاش فردوس نصیبش. آمین آمین. با جمله مومنین و دوست عزیز، برنامه امروز خدا در اینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه آینده شما از جانب الله یکتا میسپارم. شاد و خرم باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که برای معیشت بیوه و مسکین تلاش کند، مانند مجاهد راه خداست. و گمان میکنم که فرمود مانند نمازگزاری است که سست نشود و مانند روزداری است که افطار نکند. یا الهی انت ربی ذو جلالی والاکرام، یا الهی فاعفو عنی و اهدنی و هلاک کنی. یا الهی انت ربی